تو این فصل ما با آموزش کار کامپوننت ها در حقیقت آشنا میشیم. میخوایم ببینیم هر کامپوننتی چه کاری انجام میده. اول مثل مرحله قبلی که آموزش ماژول ها رو داشتیم، میایم بررسی میکنیم که اصلا کامپوننت چی هست، این افزونه چی هست، میایم تفاوتش رو اصلا با ماژول برای بیان میکنیم. میخوایم ببینیم کامپوننت چی هست، به چه دردی میخوره. بعدش میایم در حقیقت از کامپوننت کانتنت هامون استفاده میکنیم، یعنی به صورت خلاصه همون کارهایی رو که قبلا انجام دادیم یکم حالا از یک بعد دیگه هم بررسیش میکنیم. میایم ببینیم که چی به چیه در حقیقت، یک کانتنت شاید اون چی رو داره، کامپوننتی رو ایجاد میکنه، کامپوننت کانتنتمون در حقیقت چیه. بعد میایم تماس با ما رو بررسی میکنیم که از از کامپوننت های پیش فرض خود جمله هستش. آموزش اینو داریم که کد کپچا رو چگونه ما استفاده بکنیم در فرم ثبت ناممون. دیدید توی یه سری سایت ها مثلا میریم میبینیم که یه سری حروف مثلا متحرکن، یا اینکه یه سری حروف به سختی باید خونده بشن. مثلا میخوایم یه چیزی رو ثبت نام بکنیم، رفتیم توی سایت یاهو و میخوایم رجیستر بکنیم، میایم پایین اوکی، نام خانوادگی، آدرس و شماره پستی یا هر چیز دیگه، شماره همراه یا هر چیز دیگه ای که مد نظر سایت یاهو هست ما وارد میکنیم. در نهایت میرسیم به وریفای کردن اینکه آقا ما ربات نیستیم، یعنی که در آن واحد هزار تا اکانت مثلا نمیخوایم بسازیم، یه دونه اکانت میخوایم استفاده کنیم، نهایت دو تا سه تا، نه دیگه 10 تا، دیگه بیشتر نه. پس میایم استفاده میکنیم که سایتمون جلوی اینو بگیره که ربات ها نیان الکی ثبت نام بکنن، چون ربات دردسر ایجاد میکنه، هزار تا یوزر میسازه، هزار تا کامنت یهو میده یا امثال اینجور چیزا. پس بهتره جلوی دسترسی ربات رو بگیریم. یک لیست تماسی رو ایجاد میکنیم. بعد از این توی سایتمون میتونیم در حقیقت ایجاد بکنیم، پس دیگه به خودمون داره. استفاده از لینک های وبمون رو داریم، از کامپوننت وب لینک هامون هست. آموزش استفاده از ریدایرکت هستش. کامپوننت ریدایرکت یکی از کامپوننت های بسیار خوب جمله هستش که به ما کمک میکنه اگر زمانی صفحه ای رو جابجا کردیم، عنوانش رو تغییر دادیم، یا اینکه به فرض به جای دیگه منتقلش کردیم اون رو، یا اصلا حذف شده بود، اتوماتیک وار بتونیم اون رو ریدایرکتش بکنیم به یکی از صفحات دیگه‌مون و باعث بهینه‌سازی سایت ما میشه، باعث میشه که ارورهای 404 یا عدم پیدا شدن صفحه به شدت کاهش پیدا کنه. و همینطور هم میتونیم یک صفحه رو روی صفحه دیگه ریدایرکت بکنیم، یعنی به فرض وقتی آدرس یک صفحه کلیک میشه به صورت طبیعی باید آدرس اون صفحه لود بشه، اما با ریدایرکت ما کاری میکنیم که به جای اون صفحه آدرس یک صفحه دیگه لود بشه و این قابلیت خیلی خوبی هستش. امکان در حقیقت جستجو در وبسایت جمله‌ایمون رو در بین محتوامون بررسی می‌کنیم که چطور میشه از کامپوننت جستجو استفاده کرد. صفحه تماسمون رو میایم یه قالب‌بندی خلاصه ای انجام میدیم تا ظاهر متفاوت‌تری از حالت دیفالتش داشته باشه. و همینطور که در قسمت قبلی در قسمت آموزش ماژول‌ها داشتیم، فارسی سازی کامپوننت‌ها رو به صورت خلاصه با هم دیگه بررسی می‌کنیم. اصولشون رو بررسی می‌کنیم و با هم می‌بینیم که چطور میشه یک کامپوننت رو فارسی سازی کرد. فارسی سازی رو هم که می‌دونید چپ به راست کردن چپ به راست هستش، فایل‌های انگلیسی زبون ما راست به چپه، پس راست به چپ کردن یکی از کارهای فارسی سازیه. به علاوه این که ترجمه کلمات، به فرض ترجمه کلمه کانتنت که داریم ما اینجا میبینیم به کلمه محتوا، این میشه خودش یه بخش دیگه فارسی سازی. ما این دو بخش رو در حقیقت با هم آموزش خواهیم دید. حالا میایم چی کار میکنیم؟ پس برای که بخوایم نشون بدیم دقیقا کجا کاری انجام میدیم، این قسمت کامپوننت ها رو با هم بررسی میکنیم که هر کدوم چه کاری دارن انجام میدن. کانتکت هامون، نحوه آپدیتمون، فیدمون، حتی ریدایرکت کردن که الان داشتیم راجع بهش صحبت میکردیم، نحوه جستجو، تگ بندی ها و همینطور وب لینک هایی که داریم و راجع بهش صحبت کردیم، همه اینها رو با هم دیگه بررسی میکنیم. علاوه بر اینها کامپوننت های دیگه هم وجود داره که به صورت دیفالت روی سیستم جمله نصب نیست و اونها رو آموزش میبینیم با هم که چگونه بتونیم نصبشون بکنیم و برخی از اونها رو با هم یاد میگیریم چطور استفاده بکنیم. آیتم بسیار خوبی هستش. باز هم توی این مرحله تاکید میکنم که ما
جملامون رو توی کلاس هامون در حقیقت توی آموزش های خارج از این کلیپ به صورت فارسی بررسی میکنیم، منتها اینجا استثناءن صرفا برای اینکه شما حداقل یک جایی با قسمت انگلیسی جمله آشنا شده باشین، با اصالت جمله آشنا شده باشین، این رو فراهم کردیم در حقیقت، تهیه کردیم به این سبک. و الا فارسی و انگلیسی جفت این هم دیگه هستن، تنها فرقاشون چینش راست به چپ زبان فارسی و همینطور ترجمه شدن تک تک کلمات هستش. پس باز هم میگم نگران فارسی نبودن این صفحه که الان دارید میبینید نباشید، فارسی کار خواهیم کرد، نگران نباشید.